این ویدیو میخوام بهتون آموزش خوش کردن نعنا رو بدم. این نعنا رو قبلا کاشته بودم و به این شکل در اومدن. این هم میخوام بچینیم و بگم برای خوش کردن. نکته که برای نعنا باید دقت بکنم اینه که اونا رو نباید توی حرارت خشکشون بکنیم. حتما باید جریان باد خوش بشن، اینکه اگه حرارت ببینه برگ نعنا سیاه میشه. من رو از ریشه ما در نمیاد، اینکه نعنا یه گیاه دائمی هستش و دوباره به خودش روش میکنه و جوون نمیزن. از اینکه نعنا کاشتیم اینا رو از پایین شاخه قطع بکنیم، دوباره خودشون جواب نمیزنن و میان بالا. من تا حالا چندین باز دارم جان دقت کرده باشین اینجوری روش میکنه و میاد بالا پر میشه. شما اگه یادتون باشه من برای یه شاخه نعنا کاشته بودم، حالا ببینیم اما یه شاخه چقدر نعنا شده، اما چقدر دیگه هم باقی هست. حالا میگیم که اینا رو بشیم و آماده خوش کردن کنیم. خب این نعنا رو من آوردم و اول مجبور کنیم اینا رو پاک کردن، از ساقه جدا کنیم. پاک کردن نعنا هم که خیلی راحته، ساقش از این بالا میگیرید و اینجوری دستتون میکشید تا پایین، سرش هم که میزنید و همیشه سریع میتونید اینا رو پاک بکنید. باید دقت کنید که نعنا باعث میشه که دستتون سیاه بشه. خب همونطور که میبینید من نعنا رو برگ برگ کردم، ولی من اینا رو نشستم، من اینکه نه گل داشتم نه خاک. ولی شما چون تو ایران هستید میتونید اینا رو بشورین و بذارین خوب آبش بره. بعد که آبش رفت روزنامه پهن کنین و با باد پنکه بزنید تا اینا خوش بشه. اگه باد بهشون نخوره اینا برگشون سیاه میشه و نعنا خشکی که به دست میاریم سیاه میشه، ولی اگه با باد اینا خوش بشه همینجور سبز میمونه و نعنا خشکتون کاملا سبز میشه. من پنکه هستش که من کار داشته فاصله دور یه جریان باد ملایمی رو به اینا میزنه و باعث میشه که خیلی سریع خوش بشه. به طرفند مهم هم اینه که حتما سعی کنید تمام ساقه ها رو از اینا جدا بکنید. اگه ساقه بمونه برگ دیرتر خوش میشه و مدتش طولانی تر میشه. هرچقدر بی ساقه تر برگ برگ باشه خیلی سریع تر نعنای شما خوش میشه. حالا اینا رو میزنیم یکی دو روز تا خوش بشن و بقیه رو براتون فیلم میگیرم و بهتون آموزش میدم. اینا هم از نعنای ما برد کاملا خوش شده. میم تو مرحله بعدی تا بهتون نشون بدم چجوری اینا رو پود کنیم و صاف کنیم. همونطور که میبینیم نعنای ما کاملا خوش شده، همونجور که میبینیم سبز سبز هم هستن. خشکی برگ باید به این شکل باشه که وقتی اونو تو دستتون چیز میکنین فشار میدین پودر پودر بشه. اگه این حالت براش اتفاق نیفته یعنی همین یکی باید بشه، یعنی باید حتما به این شکل بشه. از یک کاسه خوش و یه صافی استفاده میکنیم و ما شروع میکنیم به خود کردن. صافی برای اینه که میباید چوبای باقی مونده و قطعات درشتش داخل
نمونه همون نشه. نمونه رو صاف کنیم، اگه درش هستن دوباره پودرشون کنیم. این به این شکل در میاد و کل نعناتون اینجوری بشه، همه یه اندازه و یک دست. حالا من اینا رو پود میکنم و بعد بهتون نشون میدم. البته میتونید از دستگاه میکسر هم استفاده کنید. حالا با دست این کار کردم. خب همونطور که میبینیم نعنا رو من پود کردم، ببینیم به این شکل در اومده، همه سبز و یه اندازه. اینا قسمت درشش هست که من میخوام با دستگاه خورد کنم، چون اینا دیگه با دست خورده میشه. تو مرحله بعد بهتون نشون میدم چی کار باید بکنیم. خب من برای این کار از آسیاب قهوه استفاده میکنم. تیغش دقت بکنیم به این شکله، بهترین وسیله برای خورد کردن تمام ادویه ها و سبزی های خشک شماست. اینا به این شکل میبرن، نعنا رو میریزم توش. پودرش سریع چند پود میشه. حتی بهتر از اون حالت دستی شد که من با صافی این کار کردم، بچه این گرد در اومد. خب یه نعنای ما، اون همه نعنایی که ما روز اول کندیم و خوش کردیم، فقط همینقدر شد. اینا رو فقط دقت کنیم به محصه اینکه پودرشون کردیم، فورا توی قوطی یا شیشه دربسته که خوب کیپ میشه بزنیم تا رطوبت نکشه. خیلی سریع رطوبت رو به خودشون میگیرن و خراب میشن، همین که عطرش هم سریع بین میره. خب این هم از نعنا خشک ما، در اندازه یه لیوان در اومد قوطی اینقدر. این کاملا هم سبزه و معطر و